شرایط انفجاری حاصل از غارت و فساد و گرانی صدای خودی‌های خامنه‌ای را هم درآورد. جناب آقای رئیسی، انتظار مردم به سر رسیده است. فریاد عدالت خواهی مردم را بشنوید و اقدام عاجل را در دستور کار قرار دهید. رئیس سازمان برنامه میگه ما به دستور رئیس جمهور پیوست عدالت داریم تهیه میکنیم برای این بودجه. بسیار غم انگیزه. شما به جای پیوست عدالت باید پیوست فلاکت تهیه بکنید. دولت خدمتگزار گرانی پدر مردم را در آورده. فشار تورم بر طبقات ضعیف کمرشکن شده. که این گرانی های سرسام‌آور غم جانکاه مردم هست. لبریز شدن کاسه صبر و تحمل مردم کد شرایط انفجاری و هشدارهایی است که از هر گوشه نظام شنیده می شود. اینها شاید برای مسئولین عادی باشد، اما برای مردمی که احساس بیپناهی و رها شدگی در برابر سختی های معیشتی بزرگترین رنج این روزهایشان شده است، غیر قابل تحمل است. یعنی پشت مردم خودشون رو پنهان میکنن و اون توزیع به طرز وحشتناک نابرابر نقدینگی رو از جلوی چشم نظام تصمیم گیری های اساسی کشور حذف میکنن. میگه از کل نقدینگی حدود 86% شبه پوله و این شبه پول 75% فقط دست 1% از صاحبان سپرده هاست. یعنی یکی از وحشتناک ترین ابعاد نابرابری تو توزیع نقدینگی وجود داره. علت چیست؟ چه دست هایی در کار فساد و گرانی است؟ لوپ کلام دست خودش توشه. هر جای کم میاری جلو قاچاق گرفته نمیشه، جلو فساد گرفته نمیشه، جلوی این مشکلات گرفته نمیشه. بعضی از مسئولین نظام با دزدها شریکن، با هم تعارف نداریم. برای پایان دادن به گرانی و فساد و چپاول اموال مردم هیچ راهی جز قطع دست مفسد اصلی و سرنگونی نظام غارت نیست.